خواهد کرد. ضربه بلند از مهدی رحمتی. بنگر بالاتر از ساموه ضربه سر میزنه. سید صالحی. اوه چه برخوردی وسط زمین انجام شد. درست در میانه میدان. با خطای سید مهدی سید صالحی اعلام شده. این لحظه بین او و آن دو برخوردی به وجود اومد. آن دو رنگ تیمولان روی زمین افتاده. که قلی دایی رو ملاحظه میکنه. خیلی دوست داره رکورد امیر قلنایی رو بشکنه که در داربیا نواخته. خودش هم به حال تثبیت کنه در روی نیمکت پرسپولیس با ما مربی که دو داربی رو برده. داره مساوی نکرده علی دایی در داربیا. دو بار باخته یه بار برده. امیر قلنایی رو هرگز نباخته. ماهینی هم از اون نیمکت کارو دنبال میکنه. در تیم استقلال حسینی، نیکبخت، برهانی، آبدینی، قاسمی و مجیدی از اون نیمکت کارو دنبال میکنن. در تیم پرسپولیس هم حقیقی ماهینی شده، محمدی، نوروزی، کفشگری و البته محمد رضا خلعتبری با پیرانه شمای 99 حضور داره که حتما همکارانمون تصویرش هم خواهند داد به شما. بعد از کلی سر و صدا و حرف و حدیث بالاخره آیتیسیش رسید و از اون نیمکت کارو دنبال میکنه. خطا به نفع تیم استقلال. خلعتبری رو ملاحظه میکنید. هنوز فیفا هنگ نکرده بابت آیتیسی و صدور رضایتنامه‌اش که به سمت راست روی دروازه فرستاده میشه. بلند روی دروازه یک ضربه یک ضربه تو بیک از کنار دروازه بیرون میره و کورنر. چهره نیلسون کوریا رو ملاحظه میکنید. با 37 سال 254 روز حالا مسن‌ترین بازیکن تاریخ شهرآورد داربی به حساب میاد. این تو بسکیل میاد روی دروازه. بعد ضربه سر جلال حسینی زد و به درستی کورنر گرفته شد. اعتراض نیلسون کوریا تو به سمت چپ برای دروازه فرستاده میشه که عصبانی شد. اکبرپور کلی استارت زد تو بهش ندادن اونجا. آقای فقانم اشاره میکنه که توپو درست روی قوس گوشه زمین بذاره. سانتروی دروازه انجام میشه. تو دوباره به بیرون میره. دومین کورنر برای تیم استقلال. تماشاگر استقلال از تیمشون گل میخوان. کوتاه کام کار اکبرپور برای آن دو تیموریان. ساعت انجام میشه روی دروازه که نیلسون توپ در اختیار میگیره. همه رو سعی میکنه دریب بزنه تا خودش بتونه بازی رو شروع کنه. حالا با زدن این ضربه پاس خوبی را میندازه برای دهنوی. چیکار کرد دهنوی؟ با پشت پا توپ انداخت برای بازی کنه حریف. پژبان نوری در میانه میدان. آن دو تیموریان. صادقیان روش خطا میکنه. جواد نکونام باید بازی رو شروع کنه. جلال حسینی و محمد قاضی رو آقای فغانی صدا میکنه. تذکر میده بینشون. سعی میکنه صلح برقرار کنه. محمد قاضی هم خیلی انگیزه در این مسابقه هر چه خودش رو به تیم پرسپولیس باز هم ثابت کنه. حنیف عمران زاده باید تو بیکه نیلسون در اختیار میگیره. ضربه بلند از نیلسون با تاثیر سالی ضربه رو بازی کنه استقلال میزنه اونجا. اوه ضربه رو زد برش نزدیک بود بکشه. پیام صادقیان ضربه اومد رو کمرش. دوباره فکر کنم جریمه شخصی نکنم. حالا تصویر هست حتما همکاران نشون میدن. ضربه رو که زد امیر حسین صادقی بعدش با استوک اومد رو کمره بازیکن پرسپولیس. اینجا ضربه رو زد بعدش فرود اومد رو کمره پیام صادقیان که البته عمدی نبود. هر که در حسین صادقی رو همین فکر کنم کارت بهش نمیده. ما حقیقت پزشکی تیم پرسپولیس قبلا در تیم استقلال
فعالیت میکنه. کلا خیلی ها هستن که استقلالی بودن الان در پرسپولیس هم و برعکس. رضا آرامپور مولایی از نیمکت پرسپولیس کلی از بازیکن‌ها دیگه حتما خودتون بهتر میدونید. بیرون زمین میره پیام صادقیان، جای خالی امید آلیشا که الان در استودیو برنامه فوتبال برخم هست احساس میشه خوب جا افتاده بود در دو هفته آخر. رضا حقیقی یه جور گارد گرفته که میخواد اول از همونجا بزنه به سمت دروازه محمد نوری کاپیتان پرسپولیس. صادقیان هم مشکل ادامه مسابقه نداره. حقیقی ضربش زمینی و کم جون هست، توپ میره به گوشه زمین، تلاش نظری هم ثمری نداره. حقیقی یه باز خوب با بیرون پا ارتباط قطع میکنه. پژمان نوری، ساموئل دینوی زبی سر رو میزنه، خطا. خب اولین اعتراض امیر قلندری گوشم از گوشش در میاره که خیلی کامل بشنوه. آقای از الله جهانبازی هم کمونه داور چهارم میره اونجا. بازخواهی تمام میشه. بازی رو بنگر باید آغاز کنه. 10 دقیقه زمان بازی گذشته بدون که اتفاق خاصی روی دروازه ها رخ بده. دهنوی، محمد نوری، نظری، خطا به نفع تیم استقلال. خطا رو محسن بنگر انجام داده. سیاوش اکبرپور گوشه زمین به دنبال تو حرکت میکنه و تو به نفع تیم استقلال ببینیم. آندو تیموریان خودش گوشه زمین، سانت کوتاش انجام میشه. دفعه چه باز بازیکن پرسپولیس سید صالحی حرکت رو گوشه زمین آغاز کرده. خود سید مهدی، سید صالحی عقب‌تر، غلامرضا رضایی، پیام صادقیان منطقه بازی رو عوض میکنه. خانزاده پیش بادن بوری توپو میگیره، خطا کرد اونجا. دهنوی امیر حسین صادقی باید بازی رو آغاز کنه. تو بلند میبینه از اینکه محبته جریمه جرار حسین زبی سر رو میزنه. اکبرپور، آندو، خواهیب بزرگی تیم استقلال خسرو حیدریه که داره مسئولیت نرسید به این مسابقه. پژمان منتظری، ساموئل میاد روپای چپ خودش، حالا سانتش انجام میده روی دروازه و نیلسون بالاتر از همه توپ میگیره. بازد این ضربه بلند رو میندازه برای سید صالحی. دهنوی، صادقیان، خانزاده عقبتر،
ضربه سر از دهنوی به جواد نکونام توپ مهیا میشه. اکبرپور، مهدی نظری میبره به سمت چپ برای قاضی، ارتباط رو قطع میکنه، دوباره پژمان نوری گوشه زمین توپو میگیره. ساموئل، مارکر آقا جانه اومده بود ورزشگاه، نمیدونم کیروش هست یا نیست، من ترس این که خوابش ببره دیگه، اصلا نیومده ورزشگاه. نیک وقت رو ملاحظه کردید، اگه بیاد به زمین بیستومین داربی خودش رو انجام خواهد داد. خطه دهنوی، کم بیش از همه خطا کرده در این دقایق دهنوی. از سمت راست بازیکن استقلال حرکتی رو آغاز کردن. آندو تیموریان میبره به سمت راست، پژمان منتظری ساندویچ انجام میده روی دروازه و توپ رو دور میکنن بازیکن قرمز پوش. جواد نکونام، جلال حسینی زبی سر رو میزنه، توپ باید به بیرون زبیش از قبلش دوباره بازی متوقع رفتن چون به سر بازیکن ضربه خورده. محمد مهدی نظری است که احساس ناراحتی میکنه. دقیقه زمان بازی گذشته، این تماشاگرانی که خیلی ساعت‌ها قبل به ورزشگاه اومدن چیز خاصی هنوز ندیدند. شاید اومدن خلعتبری و فرهاد مجیدی بتونه روند بازی رو تغییر بده. چرا فرهاد مجیدی رو ملاحظه می‌کنید؟ خب مثل آیه کیروش هم هست و ورشکو تو جایگاه مخصوص هست که حالا حتما تصویرش ها خواهند داد. فعلا بازی که نکته خاصی نداره، بیشتر تو در میانه میدان ضربه خورده. خطا، من تعداد خطا رو داریم یا نه، اما بالای 10 تا خطا فکر کنم داشتیم در این 10 دقیقه که از میانگین خطاها در بازی روز جهان خیلی بیشتر هست. خب در مشکل خاصی برای نظری هم پیش نیاد، تماشاگر مراجعه میکنید. اولش کاری بهم نداشتن تماشاگر، اینقدر بازی متوقف شد دیگه، حالا دیدم بیکارن چیکار کنن. دارن البته ملو با هم دیگه کری میخونند. ما بین طرفین باید بازی آغاز بشه. آن دو تیموری اونجا داره شیطنت میکنه. اه خوابش برده بود فکر کنید از آقای شیرینی. چه تصویری شکار کردم بچه باید، این جالبه. خب تو دقیقه بازیکن استقلال قرار میگیره، پژمان منتظری خب بانداج رو سر مهدی نظری انجام شد و بر میگرده به بازی. از خونزش هم بر نیومده سر مهدی نظری. حنیف عمران زاده
اکبرپور، جواد نکونام در میانه میدان حرکت آغاز کرده، تکل بلند از پیام صادقیان با تشویق علی دایی همراه میشه، پرتاب برای بازیکن استقلال جیلوید ساموئل. پژمان نوری، نظری، قاضی، توپ از دست میده محمد نوری گوشه زمین، دهنوی خوب عبور میکنه از پژمان نوری، درگیری بازیکن در میانه میدان کاملا مشخص هست، نظری میچرخه، اکبرپور، آندو تیموریان، جواد نکونام، پاس بلند به سمت چپ با آفساید پژمان نوری گرفته میشه، رسول فروغی رو منازم میکنید، کمک دو آقای فقانی، رضا سخندان هم کمک اول هست. پژمان نوری، نکونام، بعد تو بیکر رها میکنم به مهدی رحمتی برسه. حنیفه عمران زاده توپ بلند سانت میکنه به محمد قاضی، خوب توپ اثر میذاره، نظری پشت به دروازه است، میچرخه که توپ برسونه بازیکن خودی، موفق نیست، پیام صادقیان تا توپ پیدا کنه، آن دو از راه میرسه، آندرانیک تیموریان، اکبرپور، تیموریان گوشه زمین بازیکن عبور میکنه، یک تکل خیلی خوب اونجا زده میشه، حالا حرکت بازیکن پرسپولیس، قرمزا رضایی و تو بکنه نفرده از پوشان ببیرون میده. دفعه بلند از نیلسون، علی دایی که نظامی صحبت میکنه، پرتاب پژمان نوری، بازم کارگیره خود اون گوشه زمین، خطا به نفع استقلال گرفته شده، واسه چپ بر روی دروازه فرستاده بشه، آندو تیموریان به چند متری که بود جلو میندازه، دوباره اشاره میکنه ببره همون لب خط، کلا تو بار خوب میفرسته روی دروازه، معمولا آندو تیموریان این لحظه است که اینجا خطا برای پژمان نوری گرفته شد، آندا این با بعد میزنه تو بهش برخورد مدافعان حریف، حالا زده حمله به تیم پرسپولیس شکل گرفته، پیام صادقیان حرکت آغاز که استارت سری میزنه، خیلی خوب اونجا پوشش میده پژمان نوری، چیکار کرد اونجا رو به عقب برای مهدی رحمتی، میفرسه به میانه های زمین حریف، صادقیان، غلامرضا رضایی، ساخت انجام میشه روی دروازه که رحمتی میگه دو نفر فقط توی زه حریف بودن، در برابر هفت بازیکن آبی پوش، معلومه اینجوری موقعیت گل اصلا ایجاد نمیشه، خانزاده از دروازه بیرون میاد، رحمتی و توپ میگیره، کاپیتان استقلال باید بازی رو آغاز کنه، عمران زاده، امیر حسین
صادقی که تو وسط میده به مهدی رحمتی. صادقی حرکتی رو ملاحظه میکنید. محمد مهدی نظری رو برقب حرکت میکنه. جیلویت ساموئل رو میندازه به سمت چپ برای پژمان نوری که تا دستش هم نتونست کمک بگیره به مهار توپ. بازیکن سابقه تیم پرسپولیس کلاپیان آبی داربی رو تجربه میکنه. با نگاه اینجا دستش هم سعی کرد استفاده کنه اما نشد. حتی هندش هم گرفته شده. حسینی حالا همچه مشکل پیدا کرده که میاد داخل زمین باش صحبت میکنن میبرنش بیرون. بازی زیاد متوقف شده در این دقایق 25 هست. اگه واقعا بخواد وقت اضافه نیمه اول حساب کنم بگم تا همین الان 2 دقیقه رو داشته نیمه اول حداقل. خب حسین هم بر میگرده به بازی. نوری سلسله به دنبال توپ که برگردون از صادقه توپ رو برمیگردونه. جیلوید ساموئل خطایی نیست روی قاضی. قهرنوی چیزی با 2 دست سرش رو گرفته تو انداخته میشه در آب. صادقی بازم با حرکت آکروباتیک توپو برمیگردونه. سیاوش اکبرپور آندو تیموریان نکونام اشتباه میکنه ارتباط رو قطع میکنه. جعلا حسینی و خطا یه نظری گرفته شده برای سید جلال حسینی. سری بازی رو شروع میکنه. اصلا چپ نواده تصویر سر رو میبینی بازی کنه پیش رو سرکت رو ادامه میدن در سمت چپ. موقع به ارسال توپ ساد انجام میشه روی در خوزه. صادقی ضربه اول رو میزنه. حقیقی نوری دوباره خود رضا حقیقی میثم حسینی خودم رضا رضایی گوشه زمین تو سر توپ میزنه. حالا میتونه سانت کنه روی دروازه. سانت کوتاه این ضربه یه نصف و نیمه و توپ که راهی کرنر میشه. یه چی به داخل دیدیم تو این بازی. ضربه‌ای که تو چارچوب هم نبود. مهدی رحمتی توپو راهی کرنر کرده و ناراحت روی زمین افتاده. فکر کنم فیلو تو چارچوب نبود. با هم نگاه میکنیم این تیپیست که پیدا نوری دفت میکنه. این ضربه محمد نوری خیلی هم توی چارچوب نبود. کورنر اصلا راست برای دروازه فرستاده بشه. لیزر هم میبینی چیگه میدازن روی فکر کنم معلوم از این برداره میدازن فایده هم نداره. توپ ارسال میشه روی دروازه. یک ضربه سر دوباره تو بوجه سرگردانه به هر شکلی که جواد نکونام برش میگردونه. میثم حسینی پیام صادقیان دوباره خود پیام صادقیان. محمد نوری بنگر اونجا تو بسینه کنترل میکنم. آفسایدش گرفته شده توسط آقای سخندان. بازی رو رحمتی
باید آغاز کنه. این هست که آفسایده. بنگر اعلام شد. امیر حسین صادقی پاس بلند به سمت راست. گوشه زمین خطا به نفع تیم پرسپولیس. سبه بادن از نیلسون. این توپ بلند برای مهدی نظری. عصبانیت بنگر و اعتراضی که به مهدی نظری دارم. دست به جیب میشه، یک کارت زرد به محسن بنگر، یه دونه به مهدی نظری. بازیکن آروم خوش اخلاقی هم هست مهدی نظری. این لحظه است که اینجا برخورد داشت با نیلسون، بعدش بنگر اومد باش درگیر شد و برای هر دو بازیکن کارت زرد رو گرفتند. بازی را نیلسون باید آغاز کنه. یه نمو اگه میدونه از کیروش بیانه در این تماشای بازی چی کار داره الان میکنم جالب بود. شیرینی که خوابیده بود، اما احتمالا میخواد مربی تیم ملی بشه که خوابیده وسط بازی. پرتابا بازیکن پرسپولیس تحصیل بنگر باید انجام بدن. بنگر پرتاب میکنه به محوطه جریمه، توپ میزنن بازیکن استقلال و در نهایت توپ که دور میشه از منطقه خطر. هجوان روی تو به صادقیان را به بیرون میزنه. پرتاب از خان زده. ساموئل خازی زبی سر میزنه. سجل حسینی یک ده نوی تو برمیگردونه پژمان نوری. بعد که جواد نکونام به خوبی دور میکنه، بنگر زبی سر میزنه بالاتر از مهدی نظری که باند سرش هم افتاد در این فعل و انفعال. حقیقی تیموریان یه زیری خم خاص بگیره، صادقی ها موفق نشد. چقدر عصبانی شد تیموریان.
مرتکب میشه. خب مجیدی هم بلند میشه تا خودش گرم کنه. سر صدا که تماشاگر ایجاد کرد این بود که مجیدی بلند شده گرم کنه خودش رو. نظری کمکان باید مداوارش انجام بشه. سیاوش اکبرپور، نوری، سید سالی، حالا اکره بازی کنه پرسپولیس، دهنوی شد تاکی رفت. صادقی عجیب بود، توپم در اختیار بازیکن پرسپولیس قرار داد گوشه زمین و اوت به نفع آبی پوشان. قاضی محمد نوری خطر در کار نیست، قاضی میبره به سمت راست. پیشبال منتظر خیلی خوب، غلامرضا رضایی توپ میگیره، خاطر رضا حقیقی خوبه توپ جلو میره و توپ خیلی راحت دوباره خود پیشبال میاد ازش میگیره. جواد نگونا گیرده خوب میزنه وسط زمین. ساموئل دهنوی مزاحمت ایجاد میکنه، پژمان منتظری تعویض منطقه بازی به سمت چپ. پژمان نوری، سیاوش اکبرپور پشت محوطه جریمه، شوت از راه دور میزنه، خوب هم زد، بالای دروازه بیرون رفت. چه فریادی میزنه نیلسون و سر مدافع. کسی نرفت رو پاش، اینجا هم زبر با روی پا زد که توپش با این اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. فابیان نیلسون ضربه سرسته جلال حسینی، صادقیان خواب تو پکتی رو آغاز میکنه، از بین دو نفر عبور میکنه و خطا پشت محوطه جریمه، خطا اعدام شد. چقدر اعتراض میکنه آقای قلعانی به تصمیمات آقای فغانی، فریادش هم سر یدودای جهانبازی میزنه. این لحظه است که خطا روی پیام صادقیان انجام شد. صادقیان و محمد نوری پشت توپ قرار گرفتن، یه منطقه خوب باشه بازیکن راست پا که بتونه ضربه رو بزنه. صادقیان دوباره میشه بگم نوری میخواد ضربه رو بزنه. 27مین کاپیتان پرسپولیس در داربی پشت توپ قرار گرفته، ضربه رو میزنه و توپش از کنار دروازه به بیرون میره. اختلاف هم داشت دربش با چارچوب. خانزاده، اندرانیک تیموریان، مهدی نظری در از این نقطه کورنر توپو میگیره، خود نظری در عرض حرکت میکنه، استانتشو انجام میده روی دروازه، بنگر زبی سر رو میزنه، دوباره یک هفته برگشت توپ آبی پوشان میرسه گوشه زمین و خطا. خطا به نفع تیم استقلال، توپ از سمت راست برای دروازه فرستاده بشه. سیو هشتمین دقیقه مسابقه، این دسته ایست که
خطا انجام میشه که با سمت راست ببینیم به چه شکلی دروازه فرستاده میشه، مگر اینکه روی این گونه ضربات اتفاق خاصی روی دروازه ها نخ بده. تیموری ها سالش روی دروازه یک ضربه صبر تو که از کنار دروازه جواد نکونام به بیرون میزنه. جدی تایی موقعیت استقلال در نیمه اول بود، بخت نیلسون از اینکه خیلی راحت اجازه دادن بلند شه کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون و ضربش رو بزنه. با هم نگاه میکنیم سانتا خوبه آن دو تیموریان، اینجا بلند شد ضربش هم زد، نیلسون هم کاری نمیتونست بکن، اگه تو در چارچوب گل شده بود برای تیم استقلال. با این اختلاف تو باید کنار دروازه به بیرون رفت. یکره بازیکن پرسپولیس از دروازه بیرون میاد، مهدی رحمتی. برای حنیف عمرانزاده. یه بازی در آب انداخته میشه که نیلسون توپ در اختیار میگیره، سریع بازی رو آغاز میکنه برای دهنوی که امیرحسین صادقی زبی سر رو میزنه. خطا برای محمد نوری. حقیقی بنگر سجاد حسینی قرمزه رضایی توپ میبره به سمت چپ، یکی از معدود نفوذهای میثم حسینی به توپ هم میرسه، توپ سانت پدرو روی دروازه، کسی نیست توی 18 فقط یه ست سالهی اونجا. جلال حسینی خانزاده چیکار میکنید؟ دهنوی بازیکن این همه سرش دعواست. یکی خوب بازیکن استقلال پشت محوطه جریمه قاضی به دنبال توپ حرکت میکنه، ضربه بلند از جلال حسینی. نکونام محمد نوری دهنوی با صادقیان یک دو میکنه اما توپ پژمان نوری به بیرون میزنه. دهنوی تو بیرون نرفته هنوز. خانزاده صادقیان لب خط، خطی در کار نیست. پژمان نوری وسط زمین، مهدی نظری حرکتی رو آغاز کرده، خود مهدی نظری، خانزاده نزدیکش میشه، مسیرش رو تغییر میده نظری، کسی هم پیدا نمی کنه، حالا میبره به سمت راست، کارو خوب انجام میده. پژمان منتظری جواد نکونام رو دست شرکت کرده، سانت انجام میشه روی دروازه از روی سر ساموئل عبور میکنه. حالا در این سمت زده حمله چهار تا بازیکن استفاده تو خط دفاع هستن در زمین خود، نفر 50 داره اضافه میشه، اما صادقان خیلی خوب دو نفر عبور میکنه، یه پاس ده اون و توپی که در آخرین لحظه عالی تک زد حنیف عمرانزاده نجات داد دروازه تیمش، میگه اینجوری چیپ بندازه ست سالهی. خیلی خوب تکسر حنیف عمران زده. مهدی رحمتی اینجا با نوک پای خودش توپ دور کرد، وگرنه کاملا تک به تک شده بود ست سالهی. نوری تو بانوس آن چرا بیرون رفته، پچمه کمک که بالاست. پرتابا پیجوان منتظر رو باید انجام بده، چقدر خوشحال شد انگار گل زده تیم استقلال. فرد مجیدی رو فرد مجیدی به بازی میاد،
اکبرپور داره لنگ لنگان در وسط زمین به کارش ادامه میده، نمیتونه مثل که بازی کنه. سیاوش اکبرپور دایره میانی میدان افتاده، خودش هم اشاره میکنه که میگم پاره شده، تام پشت پاشه و میگه پاره شد. فکر کنم کشالش کامل، خودش هم میفهمید که این اتفاق رخ داده. فرهاد مجیدی به بازی میاد، امید زدن پنجمین گلش به تیم پرسپولیس. یه لحظه خوش رو بهش میکنن. سیاوش اکبرپور از بازی بیرون میره، فرهاد مجیدی به بازی به حال میزنه دوندگی تیمشون پایین میاد، اما خلاقیت تیم به حال بالا میره با این تعویض اجباری. چقدر وقت اضافه رو میکنه جهان بازی درست بخواد بگیره 3-4 دقیقه رو میتونه بگه، 3 دقیقه وقت اضافه اعلام میشه. خطا برای جیلوید ساموئل. جواد نکونام بازی توپشو بنگر میزنه، آنزاده برای دهنوی، حالا کارلوس کیروش در کنار سیموئل در سمت راست و گاسپار در سمت چپ. لحظه دیدید بازم داشتن واقعا نگاه میکردن، پشت پاشو تیپ میکنن تا بعدم مدافع براش انجام بشه. قاضی علی دایی توپ در دو مرحله مهار میکنه، میگه همکنون نیمکت پرسپولیس نشون بدم، بیزاد قلمپور هم بود رو نیمکت یا نبود. شما تصور کنیم پرسپولیس بسن گل بزنه، قلمپور چه بلایی سره علی دایی میاره. من ندیدم نشون دادن، نه بود نه بود، چون نوبتی میشیدن روی نیمکت. نه دیگه نیست، شانس رو داری داره حتی این بازی که با این روندش گلی احتمالا نباید داشته باشه با این روند اگه ادامه پیدا. اما اگه بازی با فولاد گل زدن داشت قطع نخواه میکرد علی دایی را، غلامپور این بازی دیگه چه شود. به اولین بار از بازی برگشت لیگ هشتم دو تیم در رده جزء رده بالای جدول، جزء سه تیم بالای جدول بودم، ولی بازم افاقه نکرده. به هر تیمی اگه در این بازی برنده بشه میره رتبه دوم قرار میگیره، تیم بازنده میره رده پنجم، اگه مساوی هم بشه اون چهارم و پنجم میمونند. بنگر زوی سر رو میزنه، دنیس هم حقیقی روی توپ اثر میگذاره. جواد نکونام جزو خوبهای تیم استقلال بوده، جواد نکونام خطا به نفع تیم استقلال گرفته شده، از سمت راست توپ روی دروازه فرستاده بشه و تمام میشه اصلا بازی. سوت پایان بازی راه فغانی به صدا در میاره، بازی 0-0 مساوی به پایان میرسه. من استراتی کوتاه میکنم به همراه همکارم در فرشگاه آزادی، پیمان یوسفی، امید آلیشا و وحید طالبلو. اگر فرصت باشه بعد از آن تا قبلش در خدمت شما.
خواهند. التماس دعا، خدا نگهدار.